به نام خدا. سلام بر شما بینندگان عزیز و محترم. به اتفاق دوستان امروز اومدیم یکی از بناهای تاریخی و مذهبی شهر کاشان رو به تصویر بکشیم. با ما همراه باشید. انتخاب زاویه دید تو طراحیمون نکته بسیار مهمیه. حتما باید ما زاویه مناسب و جهت نور مناسب رو برای کارمون انتخاب کنیم. میتونیم قبل از اجرای کار ساعت‌های مختلف از اون فضایی که قرار کار کنیم بازدید کنیم، ببینیم چه ساعتی از روز مناسبه برای کار، ساعت مناسب رو انتخاب کنیم و بیایم و از اون فضا استفاده کنیم. تو این قسمت طراحی ما کامل شد، حالا شروع میکنیم برای رنگ گذاشتن. از انتهای کار شروع میکنیم، زیر رنگ ها رو میزنیم، میایم جلو. برای زدن زیر رنگ همونجور که تو برنامه گذاشتم هم گفتم، از رنگ های حد وسط شروع میکنیم و برای زدن زیر رنگ هر قسمت رنگ غالب اون فضا رو روی کار میزنیم. نکاتی که تو زدن زیرنگ باید بهش توجه کنیم اینه که هیچ وقت یه سطح وسیعی از تابلو ما نباید یک رنگ باشه. میتونیم با رنگ‌های مختلف تنوع رنگی به وجود بیاریم. همین تنوع رنگی باعث زیباتر شدن کار ما میشه. تو آسمون اگر توجه کرده باشید و خوب دقت کرده باشید تو طبیعت، میبینیم که ما معمولا خط افق یه مقدار رنگ‌ها گرم‌تر هست. هرچی تو آسمون میایم بالاتر و به بالای سرمون میرسیم، رنگ‌های یه مقدار سردتر، آبی‌های یه مقدار متمایل به آبی‌های لاجوردی میشه. این نکات رو حتما باید رعایت کنیم تا بتونیم اون پرسپکتیو و عمقی که تو آسمون وجود داره رو بتونیم نشون بدیم. آسمون تو ساعات مختلف روز رنگش تغییر میکنه و حتما ما باید اینها رو به تصویر بکشیم. وقتی شما دارید زنده از طبیعت کار میکنید، مهمترین نکته‌ای که باید مد نظرتون باشه مسئله زمان هست. چون نور خیلی سریع تغییر میکنه، باید خیلی سرعت کارتون زیاد بشه. در این حال باید رنگ ها رو جوری انتخاب کنید که بیننده وقتی کار شما رو نگاه میکنه کاملا پی ببره چه ساعتی از روز شما تو اون فضا قرار گرفتید و اون تابلو رو کار کردید. مقدار جرمیت رنگ هم برای ما خیلی اهمیت زیادی داره. اگر ما بیش از اندازه بافت مقوامون رو پر کنیم، رنگ‌های بعدی رو کار نمی‌شیم و اصلا پاسر روش لیز می‌خوره. به همین خاطر ما جرمیت رنگ‌هامون رو باید خیلی با دقت بیشتری رو کار بذاریم.
خب میتونیم کم کم بیایم پلانهای جلوتر، زیرنگ بقیه قسمت ها رو بزنیم، با لبه پاسته قسمت های نور خورده توجه داشته باشید که رنگ هایی که برای زیر رنگ میزنیم رنگ های حد وسط هست. تیرگی های شدید و نور های شدید رو در انتهای کار به کار اضافه میکنیم. رنگ های روشن رو رنگ های تیره پوشش زیادی نداره، پس به همین خاطر ما سعی میکنیم از همون ابتدا خیلی از رنگ های تیره استفاده نکنیم. ترکیب رنگ تو پاستل چند مدل صورت میگیره که یکی از اونها همین حالتی است که من انجام میدم. دو یا چند رنگ رو میتونیم کنار هم قرار بدیم، روی هم بعضی قسمت ها رو بزنیم تا به اون رنگ مطلوب خودمون دست پیدا کنیم. همونطور که تو برنامه‌های گذشته هم گفتم، وقتی ما داریم زیر رنگ کار رو میزنیم خیلی لزومی نداره ما به جزئیات بپردازیم. میتونیم فقط با فرم‌های کلی، شکل کلی و شکل نهایی کار رو به وجود بیاریم. بعد مراحل بعدی بیشتر میریم سراغ جزئیات و قسمت‌هایی که باید به ریزه‌کاری بپردازیم. تکنیک پاستل یه نکته رو باید همیشه لحاظ کنیم و اون این هستش که وقتی ما داریم زیر رنگ قسمت های مختلف تابلومون رو میزنیم، این زیر رنگ های مختلف باید هر قسمت رنگ خودش تو اون قسمت مربوطه زده بشه. تو تکنیک های دیگه ما این آزادی رو داریم که یه رنگ کلی رو به عنوان یه رنگ بیس، یه رنگ اولیه بزنیم به کار، بعد روی اون شروع کنیم رنگ‌های بعدی و بافت‌ها رو به وجود بیاریم. اما تو پاستل چون همواره ما رنگ‌های اولیه‌ای که می‌زنیم با رنگ‌های بعدی ترکیب میشه، به همین خاطر ما از همون ابتدا باید رنگ‌های هر قسمت رو دقیقاً جای خودش بزنیم. چه بسا خیلی وقت پیش میاد که ما همون رنگ ابتدایی که برای کار زدیم تا انتهای کار همون رنگ حفظ میشه و همون بافت‌ها رو ما نگه می‌داریم. همیشه خط افق کار ما، انتهای کار ما یه مقدار رنگ ها گرمتر از بالاهای آسمونه عرض کردم و دلیلش هم همون رفلکس ها و انعکاس های رنگ خاک توی آسمونه و ما حتما باید اینها رو نشون بدیم تا عمق آسمون و پرسپکتیو آسمون رو ما بتونیم تو تابلو داشته باشیم. نکته مهم هم باز تو پاستل این هستش که گفتم چون ما رنگ هایی که جلوتر میزنیم پلان های جلو قرار میدیم، اگر مواظب نباشیم با رنگ های زیری ترکیب میشه. به همین خاطر ما معمولا پلان های دور رو سعی میکنیم یه مقدار کامل تر کنیم که نیاز به بازگشت به اونها نباشه، بعد میریم سراغ پلان های جلوتر.
الفاظ اینجا من لازم به ذکر میدونم که میگه بار دیگه عرض کنم، وقتی ما داریم به صورت زنده از طبیعت کار میکنیم، بیشتر هنرجوهایی که تازه شروع کردن فکر میکنن باید دقیقا تمام اون چیزهایی که تو طبیعت میبینن رو کار کنن، در صورتی که این حالت نیست. بیشتر وقت ما اون نکاتی که تو طبیعت هست رو صرفا دقیق مثل خود اونها کار نمیکنیم، تغییراتی رو به وجود میاریم. گاهگداری پیش میاد، مثلا ارتفاع یه درخت رو کمتر میکنیم یا یه قسمت هایی رو حذف میکنیم، قسمت هایی رو از جای دیگه میاریم به کارمون اضافه میکنیم، و اینها همه خلاقیت هنرمند رو نشونه. شما هر چقدر بتونید از خلاقیت خودتون تو کارتون استفاده کنید، کارتون نتیجه بخشتر و بهتر خواهد بود. تکنیک پاستل یکی از تکنیک هاییه که نسبت به تکنیک‌های دیگه نقاشی خیلی سهل الوصول‌تر، خیلی سریع‌تر و راحت‌تر شما می‌تونید به اون بافت‌ها و رنگ‌های مطلوب برسید. به همین خاطر یکی از متریال‌ها و یکی از موادیه که برای کار کردن در طبیعت بسیار مناسبه. نقاش‌های زیادی برای کار از طبیعت از تکنیک پاستل استفاده می‌کنن. در این حال که تکنیک بسیار لذت بخشی هم هست، شما میتونید کارها رو خیلی سریع‌تر و با کیفیت بهتر انجام بدید. بافت علف ها صورت خیلی کلی تو کار ما کار میشه. یادمون نره که سوژه اصلی اهمیت بیشتری برای ما داره و تمام اجزای تابلو باید کمک کنه که ما نقطه طلایی تابلو رو بیشتر ببینیم. میتونم مثالی که برای شما بزنم دقیقا مثل یه فیلم سینمایی میمونه. شما توی فیلم یه هنرپیشه نقش اول دارید، هنرپیشه نقش دوم و ادامه افراد که حالا سیاهی لشکرها اصطلاحا بهشون میگیم. اگه توجه داشته باشید، ما نمیتونیم بگیم که سیاهی لشکرها تو زیبایی این فیلم هیچ نقشی نداشتن. درسته شاید اثر و حضورشون خیلی کمرنگ بوده، اما نقش بسیار مهمی تو زیبایی اون فیلم داشتن. تو تابلوهای ما هم همینطوره. بعضی عناصر شاید خیلی مهم نباشن، قسمت کمی از کار رو اشغال کنن یا رنگشون خیلی به چشم نیاد، اما همون اثرات کم باعث زیباتر شدن تابلو ما میشه. پس از هر چیزی باید کمک بگیریم ما برای زیباتر شدن کارهامون. تو این تابلو بیشتر نقطه طلایی من مد نظرم بنای زیبای این امامزاده است و عناصر دیگه کمک میکنه که این بنا رو من بتونم زیباتر نشون بدم و کمپوزیسیون من خیلی خالی و تنها نباشه. نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که فضای مثبت و فضای منفی توی کار ما باید با هم هماهنگ باشه. همون مقداری که ما توی یک کادری سوژه قرار دادیم، سوژه‌های متفاوت رو قرار دادیم، همون مقدار هم باید فضاهای منفی تو کارمون باشه. اگر همه کادر ما رو سوژه ها پر کنن، اشباع بشه، خیلی باعث زیبایی کار ما نمیشه. به همین خاطر باید همه این تناسبات رعایت بشه. شما میتونید از محوکن‌های مختلف تو سایزهای مختلف استفاده کنید برای قسمت‌های مختلف. محوکن‌هایی که کوچکتر هست برای قسمت‌های کوچکتر، محوکن‌هایی که مقدار سایز بزرگتر داره برای قسمت‌های بزرگتر میشه استفاده کرد.
تضاد تاریکی ها و روشنی ها یا اصطلاحاً همون کنتراست یکی از عواملی که باعث جذابتر شدن کار ما میشه. من اگر توجه داشته باشید میبینید که من تیرگی ها و روشنی های مختلف رو کنار هم دارم میام، البته فعلا بیشتر تیرگی ها و بعد مراحل بعدی روشنی ها رو هم کنار این ها خواهم. همین تضاد تاریکی ها و روشنی ها باعث میشه که ما این کار رو جذاب تر داریم. سوژه های خیلی ساده رو میتونید انتخاب کنید برای ابتدای کار، به عنوان مثال یه بوته یا یه سنگ، یه گل یا حتی چند تا میوه. اینها میتونه سوژه های خوبی برای شروع کار باشه، برای مطالعه بافت، مطالعه رنگ. کم کارمون نزدیک میشه به مراحل آخر. تو مراحل آخر همونطور که گفتم تیرگی های شدید و نورهای شدید رو میذاریم، فرم های ریزتر، جزئیات داخل سوژه ها رو به کار اضافه میکنیم. یه نکته هم اینجا من عرض کنم این هستش که بیشتر بچه‌هایی که تازه کار شروع کردن، یه مشکل دیگه ای که هست اینه که بیشتر دوستان از همون ابتدا وارد جزئیات بشن و این نکته خیلی جالبی نیست، برای اینکه خیلی به کارشون لطمه میزنه. ما همیشه برای اینکه قبل از اینکه بتونیم جزئیات رو وارد کار کنیم، باید اون انبوه سازی ها و جزئیات، حالا کلیات رو بیشتر توی کارمون بیاریم. وقتی کلیت کار شکل گرفت، کمپوزیسیونمون شکل گرفت، اجزا سر جای خودشون قرار گرفت، بافت هایی که به صورت زیر رنگ تو قسمت های مختلف تابلو باید انجام میشه، اونا رو انجام میدیم، بعد میریم سراغ مراحل آخر که دیگه اون ریزکاری های نهایی هست. هر چقدر ما بتونیم مراحل ابتدایی کارمون رو، اون انبوه سازی ها، اون بافت های کلی رو از ابتدا کامل تر انجام بدیم، مراحل بعدی کار ما جذابتر و زیباتر خواهد شد. الان ملاحظه میکنید که اون بافتایی که من زیر زده بودم، حالا که این بافتای روشن، رنگهای روشن روی اونها قرار میگیره، خیلی باعث زیباتر شدن کار و باعث میشه که درختارمون خیلی سبعدی تر و واقعی تر احساس کنه. همیشه کار کردن تو طبیعت سختی های خودش رو داره، اما یه لذت وصف نشدنی هم داره که حتما باید آدم اجرا کنه بیاد تو طبیعت تا متوجه شه اون لذت چقدر زیبا و لذت بخشه.
تصویری که ملاحظه میکنید متوجه میشید که تیرای برق هست، سیم برق جلوی این عمودزاده هست که خیلی تو کامپوزیسیون ما زیبایی خاصی نداره. به همین خاطر من اینها رو حذف کردم. شما هم میتونید این کار انجام بدید. وقتی دارید کار میکنید تو طبیعت، حتما اون چیزی که تو طبیعت وجود داره رو لزومی نداره که بکشید. میتونید قسمت هایی از اون رو حذف کنید، چیزهایی که واسه زیبایی کار نمیشه از بین ببرید، حذفش کنید و چیزهای دیگر رو میتونید از قسمت های دیگه اضافه کنید به کارتون. میشه وقت بیشتری گذاشت، جزئیات کار رو کامل تر کرد. امیدوارم که از برنامه ما لذت کافی رو برده باشید. شما عزیزان تا دیدار بعد به خدای بزرگ می‌سپارم.